نمیدونم با چاقو بوده با ته چاقو با یک چیز نوکتیزی بود زدن توی سر من و قسمت چپ سر من کاملا شکافت. واحد اطلاعات سپاه پاسداران برای من یه شکایتی رو تنظیم کرده. من خودم هم علت شکایت رو نمیدونستم تا توی بازپرسی متوجه شدم خاطر سرودن یک مثنوی 32 بیتی بوده. ما کمپین پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس را راه اندازی کرده ایم تا حداقل 50 زن برابری طرف را به مجلس بفرستیم. در واقع افرادی اون بیرون هستن که مسئله برابری جنسیتی براشون دغدغه اصلی هست، همین تعمیق و تقویت این گفتار به نظر من خیلی اهمیت داره. که در روز عاشورای سال 1388 یک به من تیر اندازی شد زیر پل چهارراه کالج و تیر به وسیله اسلحه شاتگان تیر به سر من خورد و 150 تا ساچمه با من خورد کرد که دو تا از این ساچمه ها وارد بافت مغزم شد که سمت چپ بدن من رو کامل فلج کرد. تاکنون تنها 3% از کرسی‌های مجلس را در اختیار داشته‌ایم. ما کمپین پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس را راه اندازی کرده ایم تا حداقل 50 زن برابری طرف را به مجلس بفرستیم. ما باید اصل 20 قانون اساسی را به مسئولان یادآوری کنیم که در آن آمده است همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت یکسان از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار. یکی از اهداف توسعه هزاره که ایران نیز به آن پیوسته است این است که تا سال 1394 باید بالغ بر 30% کرسی‌های مجلس به زنان اختصاص پیدا کند. خانم‌ها آستین‌ها را بالا بزنید. مجلس دهم نیاز به خانه تکانی دارد. ما زنان می‌خواهیم به مسئولان بگوییم که اگر در صدد جلب آرای زنان هستند، باید آنان را در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیز سهیم کنند. ما می‌خواهیم بگوییم در سخت‌ترین شرایط هم می‌توان امید به تغییر داشت و شهروندی تأثیرگذار و مثبت. تجربه نشان داده است که هر فضا و روزنه‌ای که زنان واگذاشتند بلافاصله با حضور زن ستیزان فتح شده. پیروزی و شکست این کمپین به زنانی بستگی دارد که با همه وجود باور کردند ما می‌توانیم اگر بخواهیم. ما برای پیشبرد اهداف این کمپین 3 کمیته تشکیل داده ایم. کمیته من کاندید می شدم. 50 کرسی برای زنان برابری طرف. کارت قرمز برای کاندیداهای زن ستیز. تعدادی از برحال فعالان زن که اینها سابقه مشخصی دارن و سابقه مفید و قابل دفاعی دارن دور هم جمع شدن و میخوان از این فرصت استفاده بکنن. به نظر من قبل از اینکه اون هدف اصلی کمپین که این هستش که تعداد بیشتری از زنها راه پیدا بکنن به مجلس و تعداد زن ستیزان مجلس کمتر بشه، به نظر مهمترین هدفی که داره، مهمترین تأثیری که میتونه داشته باشه این هستش که ظرفیت های جامعه در شرایط کنونی سنجیده بشه برای کار کمپینی، برای حرکاتی از این دست. به نظرم یک کمپینی در این ابعاد بیشتر از هر چیزی میتونه به ما کمک بکنه که ما این رو در واقع به مسابقه یک سنجه ببینیم، ببینیم برخورد نهادهای مختلف با این کمپین چطور خواهد بود، کمپینی با این اندازه و این ابعاد تا کجا میتونه پیشرفت بکنه. یه مقدار تصویر شفافتری به نظرم از کار کمپینی و کار در واقع ادوکسی و کنشگری به ما میده. همین که مطرح بشه
مسئله برابری جنسیتی مسئله هستش که کسایی که میخوان رأی بدن به نماینده های مجلس باید در نظر داشته باشن. در واقع افرادی اون بیرون هستند که مسئله برابری جنسیتی براشون دغدغه اصلی هست، همین تعمیق و تقویت این گفتار به نظر من خیلی اهمیت داره. واحد اطلاعات سپاه پاسداران بر من یه شکایتی رو تنظیم کرده. من خودم هم علت شکایت رو نمیدونستم تا توی بازپرسی متوجه شدم، خاطر سرودن یک مثنوی 32 بیتی بوده که من تمام حروف الفبای فارسی رو که 32 تا حرف هست، با هر حرفش من یه بیت درست کردم، جمعا شده 32 بیت که من اگر اجازه بدید یه چند بیتشو خیلی سریع براتون به عنوان نمونه میخونم و ببینید که اینا به این چیزا گیر دادن. آه مثل آزادی بر ما شد ارزانی، آه مثل آب و برق شد مفت و مجانی، په پول ایرانی خاکش به سر گشته، در خواب میدیدم شاهی که برگشته. یکی از نامه هایی که من فرستادم و تو فضای مجازی خیلی گسترش داشت، من از رهبر انقلاب خواستم تا یه نامه برای ایشون نوشتم که من یه خانواده 6 نفره هستم، لطف کنید محاسبه کنید سهم منو از کمک به سوریه و به عراق و به سایر کشورها و هر مقدار که میشه سهم یه خانواده 6 نفره رو. شماره حساب دادم گفتم بریزید، من به خاطر بعضی نیازهایی که دارم تو حساب خودم بریزید و فعلا در شرایطی نیستم که پول منو برای سوریه خرج کنید، شرایطش جور بشه من میگم بهتون. من یه مرحله بازپرسی رفتم، مرحله بعدش 16/9 یعنی 16 آذر ماه دوباره وقت رسیدگی دارم دادگاه کیفری کاشان. من عماد طایفه هستم، 30 سالمه، در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم، یکی از حامیای انقلاب بود، در خانواده بزرگ شدم که ضد بهایی بود، ضد جهود و خودمون نمی‌دونستیم واسه چی، حتی پدر مادر هم نمی‌دونستن، با اینکه آدمای بسیار مهربون و فهیمی هستن. با افرادی گشتم که با من فرق می‌کردن و من فهمیدم که من دارم اشتباه می‌کنم. نه یک شبه، در طی چند سال من وقتی وارد دانشگاه شدم کاملا یک آدم متفاوت بودم. اولین بار تو کمپین تبلیغاتی آقای موسوی بود توی محله دزاشی، تا شب قبل از پایان تبلیغات انتخابات ما زد و خورد داشتیم، به ما حمله میکردن، بازداشت میکردن، دوباره آزاد میکردن. من سال 88 روز عاشورا دستگیرم کردن، با پسر داییام از هم جدا شدیم توی اون شلوغی. من دوربین دستم بود و می‌خواستم فیلم بسازم، از همون موقع فیلم ساختن تو ذهنم بود. منو دستگیر کردن، دوربینم رو ضبط کردن، انتقال دادن به اوین و یادمه که از همون موقع خدا خدا میکردم که منو تحریزک نبرن. توی ساختن فیلم در سال 2011 با پسر آقای نوریزاد شکست خوردیم، در واقع پروژه لو رفت. تصمیم گرفتیم که دوباره فیلم رو بسازیم. من شروع کردم به پیش تولید، فروردین سال 93 بود، 12 فروردین ساعت 6 بعد از ظهر من همه وسایل و تجهیزات رو برداشتم و راش هایی که گرفته بودم به سمت خونه آقای نوریزاد حرکت کردم، از سمت خونه خودمون به سمت خونه ایشون، نزدیک تقریبا یک ربع فاصله بود. توی خیابون چند روز حس میکردم که من رو دنبال میکنن، چون من رفت آمدام دیگه خیلی زیاد شده بود. توی خیابون فرمانیه به من حمله کردن، دم بازار تره‌بار فرمانیه. حدود میشه گفت 7 نفر بودن یا 6 نفر با باتوم برقی دست چپ من رو شکوندن، مچ دست چپ هم رو شکوندن و توی خیابون یالا من رو زدن. من مقاومت کردم، زدمشون، ولی اونا خیلی بیشتر بودن و مراقب بودن مردم حمله نکنن، ولی با این حال مردم اومدن جلو و من رو نجات دادن، کشیدن به یک سمتی، دستم رو دیدن اونجوریه. سال 91 بود، من در صدا و سیما کار میکردم و همزمان پسردائی من میخواست از ایران خارج بشه، من تا حدی کمکش کردم که از ایران خارج بشه. از اداره اطلاعات در واقع حراست صدا و سیما اومدن پیش من
من رو خواستن که باشون برم اداره حفاظت صدا و سیما در جامع جم. من موافقت کردم و باشون رفتم، ولی من با اونجا نبردن، بردن اداره سپاه. در واقع میشه گفت اطلاعات سپاه پایین باشگاه انقلاب توی اتوبان نیایش، در واقع پایین صدا و سیما میشه. بردن اونجا توی اتاق بردن منو، حالا هم زدن هم صحبت کردن. بعد من یکم مقاومت کردم در واقع جلوشون، بعد دست راست من رو بستن به یک میله بالای سرم، یعنی به سقف تعبیه شده در واقع این چنین چیزی اونجا. بعد دست راست من رو گرفتن با یک دستبند پلاستیکی بستن به اونجا خیلی محکم، و به زیر پای من یک چارپایه گذاشتن، چارپایه که توی حموم میذاشتیم مثلا بچه بودیم. بعد از همون سوالا رو از من پرسیدن، تکرار کردن، و من همون جوابها رو بهشون دادم که من چیزی نمیدونم، یا میشه که فحاشی هم، اونا به من فحاشی کردن، منم به اونا فحاشی کردم. و یهویی اون چارپایه زیر پای من رو کشیدن. یک ثانیه چونه سمت راست من از جاش کامل در اومد، کامل در اومد و درد بسیار عجیب و بدی داشت و من بیهوش شدم. توی ماه اردیبهشت بود، فکر میکنم 13 اردیبهشت بود یا 14. توی من با دوستان مشغول فیلم سازی بودیم، داشتیم فیلم برداری میکردیم در یک لوکیشنی، در یک آپارتمانی. من همزمان در اون دوره داشتم فیلمی که با آقای نوریزاد داشتیم میساختیم رو هم داشتم پیش میبردم، ولی این فیلم اصلا ربطی به فیلمی که من داشتم از زندانیان سیاسی و حالا چیزهای دیگه میساختم ربطی نداشت. برای داشتم برای جشنواره میساختم. چند روز من کنترل میکردن و فکر کنم متوجه این شده بودن که من دارم یک فیلم میسازم، مشغول شده بودم. به داخل ساختمون حمله کردن، همه وسایل ما رو شکوندن، همه رو گرفتن زدن و من حمله کردن و من رو اصلا بیشتر زدن و با نمیدونم با چاقو بوده، با ته چاقو، با یک چیز نوک‌تیزی بود، زدن توی سر من و قسمت چپ سر من کاملا شکافت و خون همینجور سرازیر شد. هنوز جاش هست اینجا. سال 91 من رو از صدا و سیما اخراج کردن، با اینکه توی کمیته تخصصی صدا و سیما پرونده داشتم با بهترین رتبه. سال 92 با دخالت خود سپاه و دوباره حراست وزارت آموزش پرورش، من از اداره آموزش پرورش وزارت آموزش پرورش اخراج شدم. معلم ویژوال آرت بودم از دانشگاه در رشته مهندسی سخت افزار، در برای فوق لیسانس اخراج شدم از دانشگاه تهران جنوب آزاد. سال 88 خب ما 8 ماه اعتراض خیابانی داشتیم، تظاهرات خیابانی رو می‌رفتیم دائما، که در روز عاشورای سال 1388 به من تیراندازی شد زیر پل چهارراه کالج و تیر به وسیله اسلحه شاتگان تیر به سر من خورد و 150 تا ساچمه به من برخورد کرد که دوتا از این ساچمه ها وارد بافت مغزم شد که سمت چپ بدن منو کامل فلج کرد. اون کسی که به ما تیراندازی کردن اصلا یگان ویژه بودم با لباس فرم. از لحظه که من به هوش اومدم تو بیمارستان بازپرسی بود و بازپرسی ها شروع شد توی آی سی یو، و بیشتر منظورشون این بود که ما پیگیری نکنیم و شکایت نکنیم و سکوت کنیم و بگیم که تصادف شده و این اتفاق تصادفی پیش اومده. من توسط مأمور پلیس امنیت ضرب و شتم شدم توی دادگاه انقلاب و تهدید کرد که اگر به هر کسی بگی یا بخوای شکایت تو شکایت کنی یا ادامه بدی همینه، من هر جا بیام قدرت اینو دارم که توی دادگاه هم تو بزنم. و من دیدم دیگه هیچ فایده نداره، چون بازپرس اونجا بود و نماینده دادگاه بود و جلو اونا اینا ضرب و شتم میکردن و هیچ چیز ابایی نداشتن.
منو منتقل کرد به زیرزمین دادگاه انقلاب و اونجا چند تا بند بود که یه سری خانوما و آقایون توی اون سلولا زندانا بودن، اونا رو میزدن و میگفتن اگر چیز نکنی، اون چیزی که ما میگیم عمل نکنی، تو هم میندازیم این تو پیش اینا. و من تمام تنم فلج بود، با ویلچر رفته بودم تو دادگاه انقلاب. خب توان اصلا توان راه رفتنم نداشتم، چی برسه بخوام تو سلول بمونم. و تنها خواسته اونا، خواسته مشخص این بود که من بنویسم که توسط منافقین به من تیراندازی شده و پلیس به من تیراندازی نکرده. Thank you.